روز جمعه سلمان رشدی یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر جهان به منطقه آرام و زیبا در ایالت نیویورک رفت تا درباره آمریکا بهشت هنرمندان تبعیدی سخنرانی کنه ولی چیزی که انتظارش رو نداشت این بود که در همونجا با ضربات چاقو مورد حمله هادی متر قرار بگیره ببینیم اون کی هادی متر 24 ساله در فیرویو در نیوجرسی متولد شده به گفته همکلاسی‌های مدرسه‌اش مسلمان افراطی بوده پدر مادرش مهاجر لبنانی شیعه بودن که از روستای یاران در جنوب به لبنان به آمریکا آمده بودند روستایی که در واقع جزئی از قلمرو حزب الله به حساب میاد سلمان رشدی برای سخنرانی در اینجا در شهرکی در ایالت نیویورک روز جمعه روی سن رفت ولی قبل از اینکه حرفی بزنه هادی متر مسلمان شیعه ای که در آمریکا به دنیا آمده با چاقو بهش حمله ور شد گفته میشه محافظی در کنار رشدی نبوده و تمهیدات امنیتی خاصی هم برای این سخنرانی در نظر گرفته نشده بوده هادی متر بعد از حمله به رشدی دستگیر شد و دیروز رسما به جرم اقدام به قتل درجه دوم متهم شده اتهام قتل درجه دوم در مواردی به کار میره که متهم هم با قصد کشتن یک نفر یا آسیب جدی رسوندن به اون عمل کرده اما از قبل برای این اقدام برنامه ریزی نکرده البته پرونده عادی مثلا هنوز در مرحله تحقیقات ممکنه بعداً پلیس و دادستانی به این نتیجه برسن که اون از قبل برای کشتن رشدی نقشه کشیده بوده و نوع اتهامش به اقدام به قتل درجه اول تغییر کنه دادستان منطقه میگه این حمله از قبل برنامه ریزی شده بوده چیزی که تا الان میدونیم اینه که متر در شبکه های اجتماعی به شدت از جمهوری اسلامی و حزب الله و گروه وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان حمایت کرده. گواهی نامه جلیش به اسم حسن مغنیه بوده. ترکیبی از اسامی دو رهبر قبلی و فعلی حزب لبنان یعنی اماد مغنیه و حسن نصرالله. در موبایلش هم تصاویری از قاسم سلیمانی فرمانده ی سابق نیروی قدس سپاه پاسداران داشته. البته حزب لبنان گفته اطلاع خاصی در این مورد نداره. پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی احتمال ارتباطش با دیگرانه هادی متر در شبکه های اجتماعی از جمله صفحه فیسبوکش تصاویری از خمینی و خامنه‌ای و قاسم سلیمانی گذاشته و اینها هم توجهات رو به جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که برای کشتن سلمان رشدی فتوا صادر کرده و جایزه گذاشته جلب کرده